سلام دوستان و عزیزان در خدمتون هستم برای فال هفته امیدوارم در هر کجایی که هستین حال دلتون خوبه خوبه خوب باشه عزیزان دل من مثل همیشه خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه از به کانال شدین خیلی خوش آمدین یاران صفا آوردین و من مثل همیشه سپاسگزار و قدرشناس تک تک شما سروران هستم دوستان عزیز این این فال فال بدون زمان هست ولی برای عزیزانی که امروز نگاه میکنه آخرین فال این مجموعه از فال هست در سال 1402 در این سال که در اون هستی حال هر موقع که شما این فال رو نگاه کنین درست هست چه 1402 باشه چه 1410 یا سال های دیگه باشه از زمانی که شما نگاه میکنین انرژی چند روز قبل و چند روز بعد رو به شما میده عزیزان دل نگران صدای من نباشین صبح خیلی 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 زود هستش و شما اولین مخاطبان من هستید صدام هنوز گرم نشده که میخواد در بیاد خب ببینیم چه خبر از در انرژی های شما شما دوست عزیزی که نگاه میکنید و همچنین شخص مورد نظر شما سعی میکنیم از انر... از زمین ناخداگاه شما حرف کشیم و همچنین ببینیم که مم... انرژی هایی که ممکن است با شما روزهای آینده همراهی کنه چه خبر هستش چه اتفاقاتی برای شما داره میفته و چه اتفاقاتی برای شخص مورد نظر شما میفته دیروز بعد در ارتباط با اون شخص نگاه کردیم حرفایی رو باید بهتون زدم و اینا حالا چی میشن حالا این فال یا ادامه اون حرفا هست بیشتر میریم حفاری میکنیم روح و روانش رو برای یک سری روح و روان روان پریچش رو برای یک سری ها حالا اونی که پشت هفت در بسته نشسته و گاف صندوقی درست کرده و قفلش رو هم انداخته توی در ببخشید کلیدش هم انداخته تو دریا که کسی پیدا نکنه ببینیم چه خبر هسته من مثل همیشه دوستان یک کارت عدد شناسه. برای, شما و برای اون شخص میکشم و همچنین یک, سر... یک کارت ماهشناسی هم میکشم پس یا ادامه دیروز هست دوستان یا اینکه یک سری دیگه از افراد رو اینجا نشون میده خب بریم ببینیم چه خبر هست من کارت ها رو مخلوط میکنم و بعد یک کارت برای شما این اوکی و یک کارت هم برای اون شخصی اوکی و همچنین من از کارت های ماهشناسی هم استفاده می یک کارت ماهشناسی برای شما بریم که در چه قسمتی برهی هستین و برای یک این شخص سر می با مزاح جلو بریم اگر مزاح همون بیاد دوستان و اینکه من همیشه به شما عزیز دلی که دارید نگاه میکنین خانم یا آقا باشین یینه مقدس به تو میگم زلیخا جون به اونم میگیم یوسف جون زلیخا جون اوکی و یوسف جون خب ببینیم چه خبر هست در کارت ها و شروع می کنم به اینا رو من اینجا درست بذارم براتون که شما خوب ببینینش و شروع می کنم بخوندن شما تو سازی که داری نگاه می کنید عدد نه براتون افتاده یکی مونده به این که یک دورهی به پایان برسه من سر... به پایان میرسانم و آماری می گیرم. و به دنبال یک رو... واقعا به دنبال این هستین که یک مسئله رو به پایان برسونین یک دوره ای تمام بشه آماری از زندگیتون دارین میگیریم و اینکه یک کاری دارین میکنین که کار شما شناخته بشه قراردادی رو میبندم صفحه ای از زندگیم رو بر میگردونم و خیلی کارها رو بهشون یک ایست میدم و به یک همکاری پایان میدم و اینکه حاصل دسترنج خودم رو با کارهایی که انجام دادم برداشت میکنم. شما خیلی خوب براتون افتاده. عددی افتاده که دوستان عزیز با آخر یک دوله داری میرسین کارهایی رو که باید انجام بدین انجام دادین و کارت بعد این حرف رو بهتون میزنه. هیچ چیزی از این شرایط منتظر نیستم یعنی که شما کلا کارهایی که باید رو انجام دادین من دیگه انتظار نمیکشم یعنی اینکه خودم رو به دست حالا اون سرنوشت دادم و ببینم سرنوشت چه چیزی برای من رقم میزنه تا حالا من خودم کارگردان و نمیدونم هنرپیشه و تهیه کننده بودم حالا از این به بعد اون جایی که من خودم رو کنار میکشم خدا کائنات به هر حال موجودات نورانی هر چیزی که شما سرنوشت بهش اعتقاد دارین وارد صحنه خواهند شد این حال و احوال شما هستش شخص مورد نظر شما عدد 11 هستش انرژیش توجه کنید انرژی آنچنان روشنی نیستش خودش توی سر خودش داره میزنه و اعتماد به نفس هم نداره خودش رو دست کم داره میگیره و بیشتر چیزای کوچیک رو ترجیح میده و پر از شک هستش روی منافع شخصی خودش متمرکز هست و احساس میکنه که ظلمی بهش شده و دستش انداختن و اینکه خودش رو تحت فشار زیاد داره قرار میده و کارت بعدی از عزیزان دل برج بهمن هستش ماه نو هستش و این که این مقداری باید عشق در این شرایط حالا وزیده بشه به خاطر که من احساس می کنم که این شخص و مرتبه همون ترمزای روانیش به خاطر شرایطی که در اون داره به سر می بره که می می بینم که شرط آسان نیست از نظر روحی روانی بیشتر منطقی داره عمل می کنه تا اینکه بخواد با چشم دلش به مسائل نگاه کنه پس بنابراین باید یه مقداری از این خشکی در بیار یه مقدار روغن بذاره این ور این ور این ها رو اینقدر صدا ندن خب حالا ببینیم با هم دیگه دوستان عزیز چه خبر است در کارت های دیگه شما دوست عزیزی که معنوی هستین احساسی هستین شما این که عزیزانی هستین, هستین که کارهایی که باید رو انجام دادین و الان دیگه به قول معروف دیگه کاری ندارین انجام بدین بنابر این کارت ها و من خیلی از شما خوشحال خورسند هستم دوستان که با همدیگه بزرگ شدیم با همدیگه بزرگ شدیم خب ببینیم کارت های چی بهتون میگن اولا یه کارتی من اینجا براتون میدیسم ببینیم کارت اینجا بهتون چی میگه خب ببینید دوستان عزیز اینجا این کارت افتاد و چرخید و برعکس افتاد و من گذاشتم این سر جاش مثل این میمونه که دوستان توجه کنین که یک شروع داره به سمتتون میاد شروعی که به سمت شما داره میاد من احساس میکنم چون این کارت افتاد و برعکس افتاد مثل میمونه که آنچنان امیدی ندارم به این شروع یک سری از شما عزیزان توجه کنین احساس میکنین که چی چیزی دیگه الان خوشحالم نمیکنه خب کارتا دارم میبینم دیگه اینجا میگه که از این شرایط هیچ توقعی دیگه ندارم خب و مثل میمونه که امیدی دیگه به یک شروع واقعی حالا با این شخص یا در مورد مسائل احساسی حداقل در چند روز آینده که داره میاد نداریم ولی خب حالا بریم ببینیم با یک گل بهار نمیشه بریم ببینیم که کارت بعدی چی بهتون میگه ببینید یک سری از شما عزیزان دل دارم میبینم که اینجا دست به سر هستین اینجا ناراحت هستین در یک ناراحتی و در یک غمی دارین به سر میبرین چرا که کلن به صورت کلی مشخص هستش اینجا که شما خیلی کارها رو انجام دادیم به یک جاهایی رسیدیم و اینکه الان عزیزان دل ببینیم به آخرای معمولا مم، یک دوره که میرسیم همیشه یک آماری میگیریم از زندگیمون و اینکه نگاه میکنیم که من یک راهی رو تک تنها اومدم خودم همه چیز رو به تن خریدم و اینکه بزرگ شدم بزرگ شدم هم همیشه بهتون گفتم درد داره دیدین نوجوانا دست و پاشون درد میکنه اینجا هم به همین صورت دوستان عزیز شما بزرگ شدین به یک جای شما رسیدین و اینکه نگاه میکنم راهی که اومدم این مرتبه این خستگی ها میمونه برای که هنوز شاید اون نتایجی که مد نظرم بوده آیدم نشده یه وقتایی اتفاقا دیروز بود با یکی از عزیزانم صحبت میکردم که میگفتش که اوکی okay, من مستقل هستم من فلان هستم ولی آدم دلش یک حامی میخواد خب یه وقتایی هست یک خلخهایی در زندگیمون احساس میکنیم ما آهن به قول معروف آدم آهنین نیستیم که آه, آه... آدم... ربات نیستیم که بخوایم بگیم که نه من خودم همه کار رو میکنم فلانا نه اون قسمت احساسی ما مخصوصا شما دوستان عزیزی که از نظر معنوی روی خودتون کار کردین از نظر مادی روی خودتون کار کردین مستقل هستین یک جاهای خلاهای وجود داره عزیزان یک جاهای یه چیزایی هستش که شما رو چکار میکنه شما رو دارم میبینم اینجا مت، متزرزل میکنه آره من خیلی راه رو اومدم من خیلی اون جایی که ده بوده من شدم به پنج رسیدم اونج... و... ولی الان شاید در ارتباط با این شخص مخصوصا یا در ارتباط با زندگی احساسیم آنچنان امیدی ندارم و در یک غمی هستم توجه کنید دوستان با یک گل بهار نمیشه بریم ببینیم کارت های بعدی چی میگم حالا در ارتباط با ببین راهی که اومدین موفقیت هایی که آیدتون شده خب و سرنوشت هم ببین کائنات در سر راه بر سر راه شما علائمی رو گذاشتن که شما حرکت کنید حالا به قسمتی از اون آمار که میرسیم میگیم خب چقدر من کارها رو انجام دادم و چقدر توی این راه مثلا تنها بودم و یا اینکه این حس داشتم که ای کاش کسی در کنارم بود عزیزان دل اینجا ببینین دوستان عزیز یانگ این قسمت شخص مورد نظر شما حتما اون شخص احساسی شما نیست ممکن است شما بتونید که در این پدری مادری کسی که با شما ببینید یک رفتار همون رفتار یانگ رو داره هم میتونین بذارین اینجا توجه کنید دوستان یانگ داره بالهاش رو باز میکنه ببینید در ابتدای یک راهی هستش سعی میکنه که اطلاعاتی رو به دست بیاره در ارتباط با شما خب ببینید یانگ شما رو از راه دور داره میپاد و دا شما براش حاجت روایی هستید ببینید ات... پس کنشکاف هست در ارتباط با شما و بالهاشو داره باز میکنه و خودش رو یک مقداری رها میکنه از این حالت هایی که همش در ذهنش باشه هر چند که این کارت هم کارت ذهنی هست دوستان ببینیم که کارت بعدی بهتون چی میگه این که بنده خدا تا... تا از باتلاقش در بیاد بال در بیاره بال بال بزنه تناسخی میگذرد دوستان خب بریم ببینیم کارت های دیگه آبا آب با آب دیگه قرار نشد دست کارت بیفته براتون من اینا میکنم و از اولش رو میکنم برش عدد نه اینجا افتاد همونجور که در عدد شناسی شما افتاد ببین دوستان توجه کنه آدمی هستش که خیلی خسته هستش اونم رسیده به یک آخره یک دوره داره میرسه کم کم ببینید در ارتباط با شما هم دارم میبینم این شخص شاید فاصله که داره میگذاره و اینکه استقامت میکنه به خاطر شرایطی که حالا در اون هستش یا همون ذهنیت خرابی که در اون هستش اه... که همیشه بهتون گفتم در فالهای گذشته در این دو سالی که بوده که فکر میکنه یک جاهای احساساتش براش میشه چی براش میشه معزل یعنی اینکه چالش میشه من احساس دارم باید با احساس خودم مبارزه کنم اینجا دارم میرم خسته هستش خسته هستش و اینکه به آخر یک دوره داره میرسه نمیدونه چه کار کنه دوستان ببین در یک سردرگمی دارم ببینم که این شخص داره به سر میبره خب حالا من وقتی ببخشم. کارتان یک مقداری چپ و راستی افتادن اینایی که از دستم افتاده بودن اینا رو من اینجا میذارم میذارمشون کنار و اینکه میریم سراغ کارت های تو این فلم ببینیم کارت های تو این فلم بدون چی میگن در ارتباط با شما و این شخص خب بریم ببینیم چه خبر هست به این واقعا عزیزان دل توجه کنین همیشه همون جور که بهتون گفتم و بازم تکرار مکررات میکنم یک سری از شما خیلی از مسائل سخت و پشت سر رو گذاشتین و یک تعم تلخه به قول معروف خیانت در درون شما هستش و اینکه آماری که داریم میگیرین داریم دارم میبینم که یک مقدار داریم واده اون کالب و روحی خودتون میشه ازتون خواهش میکنم این کار رو انجام ندین یه وقتایی هستش آماری که میگیریم ببینیم مثل دقیقا آب راکتی که اگر بوی نداش بالا نمیاد اگر یک چوب بیاریم توش این بوش در میاد دوستان نباید بریم به اون قسمت تنگ و نای روحی خودمون و اینکه بخوایم هی زیر و بالا کنیم که چه چه بر من گذشت و چه شد و چه نشد ولی در کنار این دارم میبینم که چه چیزی داره بر شما میاد در کنار این مسئله سختی که داره بر شما داریم بهش فکر میکنین یا اینکه به آخر یک بر حال دوره دارین می میرسین و آماری که میگیریم آمار در اون خوبی هایی هست و بدی هایی هست ولی برای شما فراوانی دارم میبینم داره میاد و هر حال شما موفقیت هایی دارین به هر حال موفقیت های خیلی خیلی زیبایی رو دارم براتون میبینم اینجا آقای محترم پاپ تشریف آوردن که حرف از این اوج گیری شما رو دارم میبینم دوستان و حرف از این میزنه که شما موفق شدین تغییرات اساسی رو در زندگی خودتون به وجود بیارین و اون هم از زور, چیه بازوی خودتون و از همت خودتون هستش و میتونین به خودتون افتخار کنیم بریم ببینیم که حضرت نوح چی شد حضرت نوح شب سیاه روح رو داره پشت سر میگذاره دوستان اونجا بالش رو باز کرده که حرکت کنه اینجا هم به همین صورت بالش فعلا بالش بال, بال داره میزنه فعلا اوش نگرفته فعلا در همون باطلاقی که در اون بوده دست و پاش گیر کرده خب فعلا خودش خودش رو داره اینجا زب میکنه و پر از شک و تردید هست و حال بسیار بدی داره دوستان ببینیم که کارت بعدی عزیزان دل ببین عزیزان این الان حرف از مکالمه میزنه ببین دوست داره با تو مکالمه کنه ولی حتی این مکالمه رو قطع کرده ولی در درونش دوست داره این کار کنه جلوی خودش رو میگیره دوستان مثل کسی میونه که تلفنش رو دستش بگیره و این تلفن رو دو مرتبه بذاره به خاطر حالش خوب نیست چه چیزی از حال خودش بخواد بگه وقت گریه و زاری برین خاله بیارین وقت نقل و نقاره نه من رسم نه اینجوری که نمیشه خب حالا بریم ببینیم با همدیگه کارت های دیگر رو عزیزان و ببینیم که کارت های بعدی بهتون چی میگن فاصله بگیرین دوستان از این حس حال بد حتی یک سری از شما عزیزان دل دارم میبرم ممکنه که به یک سفری برین یک راهی رو برین از این حس حال ها دارین فاصله میگیرین دارین اوج میگیرین همجور که قبل هم بهتون گفتم فراوانی از آن شما خواهد بود خب و اما بریم ببینیم که اون شخص باز هم مکالمه افتاد مکالمه ای که سرش پای برگشت او دو تا کارت اینجا دیگه واقعا اینان میخواستن حرف بزنن ببین دوستان انرژی های سالش سرشون پایین افتاد و اینجا دارم ببینم که این شخص شخص مورد نظر شما دوستان یانگ تانک اه توجه کنین دوستان عزیز توجه کنین که این شخص الان ببینین با اونایی که شاید در ارتباط با شما بر مشکل زا بودن و انرژی سالس بودن با اونا در روی اونها رو هم داره میبنده مکالمه روی اونها هم داره میبنده و از خودش داره محافظت میکنه برای که احتیاج رو به این داره که مسائل درست ببینه دوست داره دو مرتبه یک شانسی به سمتش بیاد دیدار با شما دوستان عزیز توجه کنه این پشت افتاده که میدونه که دیدار با شما شادی هست در مقابل آنچه که باعث شده که در روی خودش ببنده خب برگشت به عشق و اینکه میدونه انرژی سالس اینجا مانع هستش پس در روی انرژی سالس هم داره میبنده حالش خوب نیست بنده خدا حالا بنده خدا یا بنده ابلیس هر چیزی که باشه الان حالش خوب نیست و اینکه دوست نداره که انرژی سالس هم بیاد چیکار کنه بیاد بر حال اون نمک دونش رو بیاره و نمک بریزه حالا ببینیم که کارت بعدی را. همجور که دیروز بهتون گفتم فعلا نوبت های اپیلاسیون و سلمونیتون رو یه مقدار عقب بندازیم. خب دو تا کارت اینجا براتون افتاد اوکی دارم میبینم که اینجا روزهایی که داره میاد دوستان ممکن هستش که شما اولا که چاکرای تاجیتون بسیار بسیار قشنگ و زیبا داره کار میکنه ولی در ارتباط با یک سری از مسائل مخصوصا مسائل مادی دوستان عزیز دارم میبینم که مجبور به این ممکن هست خواهید بود که یک فداکاری هایی رو انجام بدین این قسمت ربطی به اینجا نداره برای سریاتون شاید فکر میکنین که از طریق شاکرای تاجیتون متوجه هستین که این شخص شخص مورد نظر شما از نظر مادی هم دوستان چی هستش مشکلاتی رو داره حال بدش هم ممکن هستش که یک مقدار از به خاطر مشکلات مادیش باشه با اینکه خطر خط ربطی به اون مسئله نداره ولی دارم میبینم که یک سری از شما عزیزان دل در روزهایی که داره میاد فداکاری هایی رو دارین انجام میدین در زندگیتون شاید برای عزیزانتون که کلا هم کاملا هم بهش آگاهی دارین و اینکه این, این کار رو انجام میدیم از دل و جون انجام میدم برای که بخوام یک تغییراتی رو شاید در زندگی عزیزانم به وجود بیارم حتی یک سریات ممکن هستش که در ارتباط با همون این شخص جرجیس خان برای شما باشه خب بریم ببینیم کارت بعدی خان یا خانم من میگم حالا این دوتا دو سه تا کارت اون دوستان عزیز دارم میبینم کم کم اونم چاکرای تاجیش رو نگاه کنید چاکرای تاجیش شما دو تایی با هم دیگه اینجا خوب داره کار میکنه دارم میبینم که اطلاعاتی رو داره عزیزان دل و یک آدمی هستش که دارم میبینم کم 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 بعد از همه چیزا داره جون میگیره مثل میمونه که در ارتباط با اطرافیانش خیلی مسائل برش روشن و واضح داره میشه و همچنین دارم میگم کسی هستش دوستان عزیز که دارم میبینم با تو معنی خب با تو معنی نه با برنامه ریزی داره جون میگیره الان حالش بد هستش بهتون گفتم قبلا هم بهتون گفتم هفته ها داره میگذره و این شخص مثل میمونه که اتفاقاتی براش افتادن که این اتفاقات زندگیش رو تحت تاثیر قرار دادن و اینکه حالت روحی درستی من اینجا براش نمیبینم خب ببینیم کارت های بعد رو حالا بهتر متوجه شدم اینجا کار فداکاری که ممکن هست انجام بدیم برای افرادی که دور براتون هستن امکانش هست ولی از جانب دیگه توجه کنید دوستان یک سری از شما همه چیز دستتون اومده با این چاکرای تاجی و اینجا هم ببینید کسی که تمام همه چیز رو دریافت کنه انرژی ها رو دریافت کنه و دریافتی که شما دارین این هستش که در ارتباط با این شخص فداکاری بس تکون نمیخورم. من هستم سر جام نشستم من به اندازه کافی اون کاری رو که باید انجام بدم انجام دادم دیگه کاری ندارم انجام بدم خب به خودتون بیاین برگردیم به خودمون و اینکه اون کاری که باید ما انجام دادیم انجام دادیم ما نه نه پرستار مفتی کسی هستیم و نه بهیار مفتی کسی هستیم دوستان برای که وقتی که شما زیاد باشین کسی نمیخوادتون وقتی که یانگ تصمیم بگیره چه حالش خوب باشه چه حالش بد باشه قدم به سمت شما برداره یک شبه حاضر هست راه صد ساله رو بره پس علکی خودتون رو سبک نکنین دوستان و اینکه علکی نرین به استقبالش که از شما هیچ چیزی نخواسته سر جاتون بشینی کمترین کار رو انجام بدین تا زمانی که اون خودش نیامده خواهش رو تمنا کنه پس الان من دارم میبینم دیگه برای یک سری از شما همین تصمیم رو دارین کلن ممکن ممکن از یک سری از شما اینجا وسوسه شده باشین که بخواین بریم به سمت این شخص باهاش تماس بگیریم بدون اگر همچه کاری کنی یک دست رد بهتون خورده میشه و همچنین دارم میبینم که اینجا یه حس حال بدی بهتون ممکن هست دست داده بشه پس خواهش میکنم ازتون نه پیام عید مبارک نه سال جدید مبارک نه اینکه سن این مبارک همه اینها رو برای خودتون نگه دارین بشینین محترمانه سر جاتون ببینیم که اونایی که این قسمت هستن بله دیگه این نیستش که اون از از اون به یک اشاره از شما به سر دویدم برای اینکه دارم میبینم اون اشاره هم نمیکنه اون اون در همون باطلاغ که در اون هستش دارم میبینم که داره چیکار میکنه داره ور هستش ولی خب کارت دیگه دارم میبینم که کم کم برگشت سباکبالی در زندگیش کم 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 داره جون میگیره این شخص کم 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 شاید نوری آخر اون تونل داره میبینه که اینجا کارت لاک پشت برش افتاد کارتی که هر این حرکت ها رفتن و رسیدن به, صورت به سمت نور با یواش یواش تا تاتی تا این پا پشت اون پا نشه بیفته است. خب حالا ببینیم کارت های بعدی رو با هم دیگه از پوتیل و استفاده میکنم بریم ببینیم کارت ها بهتون چی میگن ببخشید <تص> صدای صبحگاهی و پر از خشخش اوکی برای شما دوستان عزیز تغییرات در راه هستن تغییرات در راه هستن تغییراتی که ممکن هست زمان ببره دوستی دوستانی در کنار شما هستند که شما رو دارن چکار میکنن به سمت بهتری سوق میدن دوستان ببینید اینجا شما هستین که وفادار هستین به ارزش های خودتون خب و به اون هسته درونی خودتون دوستان و این تغییرات دارم میبینم داره به سمتتون داره میاد دوستان بریم ببینیم که این من برای من کسی در کنار شما هست دوستان اون شخص دارم اوکی خب ممکن هستش که افراد مسنی دور برای این شخص باشن که در ارتباط با اونا با تصمیماتی رو بگیره و همچنین ممکن هستش عزیزان دل این شخص برای بهبودی شرایط زندگیش الان به دنبال راهحلی هست و تصمیماتی رو داره میگیره برحال هر چیزی که هستش دوستان من دارم میبینم که شما یه مقدار کار با چکافی روحی دارین میکنین و اینکه به نتیجه میرسین که رها کنید و بهترین مسائل داره سراغتون من فراوانی حرکت و دریا و یک چاک چاکرای تاجی بسیار بسیار زیبا داره به سمتتون میاد و تغییرات خوب و یه اون شخص دارم میبینم که در همون باطلاقی که چند وقت پیش بوده هنوز هم هستش و داره قورته بر میشه دست و پا میزنه حرکتی که دارم اینجا میبینم حرکت لاک پشت واری هستش که دارم میبینم که داره به سمت بالا میاد یعنی اینکه دارم کم کم اون تونل رو پشت سر میگذارم و در ارتباط با موانعی که با توی زندگیش مخصوصا در ارتباط با شما توی زندگیش بوده افراد یا اینکه موانع دارم میبینم که کلا همه چیز دستش اومده و اینکه سعی تلاشش بر این هستش که چکار کنه دوستان یه مقداری روی خودش خودش رو قایم کنه و اینکه حتی مکالمه نکنه با این افراد برای که احتیاج رو به این داره که بخواد حال خودش رو یه جورایی خوب کنه فعلا از خودش محافظت میکنه خب ببینیم کارت های دیگه شما میگید ساعت الهی زمان ساعت الهی برای شما در کار هستش فرشتگان برای شما دارن اون پشت مشت کار میکنن و این که دارم میبینم که شما خودتون زحمتی رو که باید برای زندگی احساسیتون دارین میکشین دوستان برای حال خوب خودتون زندگی احساسی حتما عشق نیستش من زمانی که به یک آرامش برسم یک آرامش صد درصدی و یک حال خوب منتظر نیستم که که خاجه از در درایت من خوب هستم من واقعا سلول به سلول وجود من خوب هستش تمنا و نمیدونم نمیشینمم دعا کنم و به خدا دستور بدم و به کائنات دستور بدم اینو به اون کار رو بکنین زمانی که حال من خوب هستش و من واقعا از با تمام وجود برای تک تک شما یک حال خوب و یک آرامش واقعی رو من تمنا میکنم ولی اینکه این آرامش هست که به شما میگه من پذیرای آنچه که وارد زندگی میشه هستم دوستان و اینکه وقتی که من حال من خوب باشه اینقدر خواهش و تمنا نسبت به کائنات ندارم خب بریم ببینیم که اون شخص به چه صورت هست دوستان خب اون میخواد به این رابطه یک شانسی بده و امید داره ولی الان نیستش دوستان بهتون گفتم اپیلاسیوناتون رو لطفا یه مقداری جو عقب بندازین سلمونیاتون رو عقب بندازین این شخص کسی که حال به این صورت داره امکان اینکه الان برگرده برای من خیلی کم هستش برای اینکه اینکه دارم چه چیزی رو میبینم اینجا دارم کسایی رو میبینم که اینجا دارن کم 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 جون میگیرم اتفاقاتی شما افتاده من نمیدونم چه اتفاقی براش افتاده ولی همه قدر که این کارت ها رو دارم میبینم شما که دوستان دارم میبینم که واقعا خیلی وقت کار کردین و دارین ادامه میدین به این مسئله و اینکه واقعا من روی آرامش خودتون فقط ازتون خواهش میکنم متمرکز باشین اینجا عزیزانی هستین که میگه فقط عشق خب اوکی بریم ببینیم, ببینیم. کارت بعدی و اینکه برد یا باخت در مقابل آنچه که غرور بوده آنچه که من بردم تو بردی خیانت بوده چیزهایی که دستتون اومده دوستان درگیری های ذهنی همه اینا دوستان دارن میبینن که دارین روشون کار میکنین یعنی که میگیم فقط عشق میپذیرم عشق میدم به این شرایط که حال خودم خوب باشه من اگر خشم بدم من اگر که ناراحتی بدم من اگر که غم بدم هیچ چیزی آید من نیست در همون شکست ها باقی میمونم پس بر هر شرایطی که هستیم به اون شرایط عشق میدیم ببینیم کارت بعدی رو با هم دیگه ببین اون به شما فکر میکنه اون خیلی به شما فکر میکنه و اینکه به دنبال یک حقایقی در ارتباط با شما هستش شما براش یک جاهای دوستان عزیز توجه کنین یک جاهایی براش معما شدین شاید خیلی وقت هست که از هم خبر ندارین و اینجا حرف از چاکرای چشم سوم میزنه خب حالا اینا رو با هم دیگه دیدیم من برم کارت دیگر رو بردارم عزیزان دلی که توجه کنیم گفته بودین به من که آره نه ماه ما در این فال نیفتاد من وقتی ماه ها رو به شما میگم حتما نه اینکه این ماه مال شما هستش باید با شما صحبت کنه اگر ماه شما در اینجا نبود یعنی که این فال مال شما نیست نه اینگونه نیستش من برج ها رو میگم یا به شما برای شما حرف میزنه اوکی نه دوستان عزیز خصوصیات این برج ها هستن که با شما حرف میزنن ببین باز هم شما عشق اینجا افتاد و این مهربانی اینجا افتاد و اینجا دارم میبینم که ببین عشق و بیماری یعنی که چی دوستان شرایط شرایط بیمار مثل اون بالا که بهتون گفتم بردن یا باختن من در هر شرایطی که باشم در شرایط بیماری که با این شخص هم اگر قرار داشته باشم من بهش عشق میدم من در این شرایط نه که به اون شخص عشق میدم به خودم به این شرایط عشق میدم و خودم را به یک آرامش میرسونم خب خب اون شخص دوستان ببینید با شما ببینید این هماهنگی رو با شما می‌بینه و و ایمان داره دوستان عزیز و پشت کارت ببینید دوتا کارت بسیار زیبا میلش رسیدن به یک زندگی درست حسابی به یک خوشحالی به یک آرامش به یک چیز درست حسابی با شما هستش من برج ها رو براتون میخونم بازم میگم حتما نه اینکه چون این برج ها مال شما نیست این فال مال شما نیست نه دوستان خب ببینیم که چی میگه تیر شهریور مرداد شهریور تیر مهر مرداد مهر خب خوشبین هست این شخص خوشبین هست که این تعادل برقرار خواهد شد و ببینیم با همدیگه از چه دست کارت دیگه استفاده کنم برای شما دور برم نگاه میکنم ببینم که آیا دست از اینا استفاده کنم عشق باز هم برای شما عشق افتاد ببین برای اون شخص به چه صورت برای اون شخص هم دوستان برای شما دوستان عشق واقعی میخوایم عشقی که واقعی باشه توی اون نه کلک باشه نه دوز باشه نه هیله باشه اون شخص شانس برای اون هم شانس در عشق میخواد دو تا با همدیگه دوستان یک چیز رو میخوایم، شما عشق واقعی میخوایم، اون میخواد یک شانسی در مورد مسئله احساسیش داشته باشه خب حالا بریم ببینیم که کارت های دیگه بهتون چی میگن در ارتباط با شما و در ارتباط با اون شخص شما دوست عزیز میگین که من بر روی کارهای خودم متمرکز هستم و پروژهای خودم رو دارم جلو میبرم آفرین میگین که من میخوام که تو رو برای خودم نگه دارم و اینکه نمیخوام که تو بری خب ببینیم کارت بعدی رو رفت این دو مرتبه حلقه خرید این دوستان میگه که من میخوام با تو به تو متعهد بشم و دوست دارم که زندگیم رو با تو بسازم و میگه که من فکر میکنم که این مسئله هرگز انجام نمیشه و من دیگه ایمان ندارم یک سری شما عزیزان دل دارم میبینم که پروژه هایی دارین روی پروژه های خودتون متمرکز هستین و با اینکه به اون شخص فکر میکنین و احساس میکنین یک جاهایی ممکن هستش که نه با این شخص درست بشه و نه پروژه های شما درست بشه, بشه ولی من چیزی که اینجا دارم میبینم تعهد شما رو و این انگیزه شما رو که میخوام جلو برم حالا این قسمت فقط یک کارت منفی من دارم که یک وقتایی هست از, از اول کارت هم بهتون گفتم یه حالتی دارین مثل میمونه که یه کالبوت شکافی روحی دارین خودتون رو هم میکنین بهتون گفتم دست بردارین اینقدر نرین آینده نیومده دوستان که شما بخواین خودتون رو برای این آینده نگران کنین بس به همون راهی که دارین عزیزان دل ادامه بدین با تعهد جلو برین در قبال خودتون نه در قبال دیگران اگر از شما خواستن چیزی رو اون هم بهتون بگفتم ماه مهر زیاد افتاده بالانس یا میزان زیاد افتاده بزار میگه که من ماسک رو از چهره خودم بر و خودم هستم و اینکه میگه که نقاب پس نقابش رو داره میدازه بیرون یه چرکم دستشه میگه که من به خاطر این شخص مسئولیت دارم و اینکه نمیدونم چه چگونه این شرایط رو درست کنم و اینجا میگه که احتیاج به اون ثبات خودم دارم و عشق بعد شد شد نشد هم حتما من یه چیز شاید مسئله این مسئله خیلی توش هست و اینکه میگه که من تحمل اینکه کسی دیگه دورو برای تو باشه رو ندارم ببین همجور که باز هم این شخص رو دیدیم اتفاقاتی در زندگیش افتاده که این شخص مسدودیت هایی رو داره ولی کسی هستش که داره روی خودش کار میکنه میخواد خودش باشه حالا مسئله منطقی داره میبینه اوکی من فهم میکنم که خیلی بارش سنگین هست اتفاقات بدی براش افتاده و اینکه به شما که فکر میکنه ترس از این داره که مبادا شما یک ملاقات دیگه وارد زندگیتون بشه خب ببینیم کارتای بعدی رو دوتا میگه که من عاشق شما میگه من عاشق هستم و میتونم اون رو ثابت کنم این من شکی ندارم و من خودت رو با دیگران مقایسه نکن نه من رو با دیگران مقایسه نکن اون کاری که از دستم برمیاد رو انجام میدم اون شخص رو بینیم به چه صورت هست میگه که من آماده هستم ببخشیدم میگه من آماده نیستم و اینکه که قادر نیستم که یک قدم بردارم میگه مشخص بود با کارتایی که داشت سه تا کارت براش اینجا افتاد اینقدر خودتو سرزنش نکن تقصیر تو نیست و اینکه میگه که چشماتو باز کن همه چیز ممکن یک نگاه ممکن از همه چیز رو تغییر بده دوستان عزیز این فال شما بود و امیدوارم که خوشتون اومده باشه من روی ماهتون میبوسم و بهتون میگم روز و روزگار خوش و تا فال دیگه